به این میگن امر به ماست و نهی از سرشیر، که یکی از اون امکانات معنوی منحصر به فردیه که اون فاتی ژاپنی میفرمودن در ایران میشه دید. یعنی همه جای دنیا فراورده های لبنیاتی رو میخرن میخورن، اما اینجا یکی با شیر پای شوهرش رو ماساژ میده، یکی با ماست ارشاد میکنه، یکی با بستنی تحریک میشه. خلاصه دنیاییه واسه خودش. اینجا شانگیز، مغازه که با عامل بسیجی برخورد کرد، دیشب ساعت 11 شب اومدم پلمپ پش کردن. اینم پلمپ مغازش. خب این که دیگه طبیعیه، اون دوتا مادر و دختر رو که گرفتن، صاحب مغازه رو هم که بردن، اصلا فردا ممکنه برن اون گاوی که از شیرش اون سطل ماست رو تولید کردن هم دستگیر کنن، ولی محاله با اون گاوی که همین سطل ماست رو زده تو سر مردم کاری بکنن. اجاب رعایت کنید بفرمایید داخل. من متاسفم، ببخشید. تشریف برید بیرون، اجابتون رعایت کنید، من در خدمتتون هستم. ورودتون به باغ مستلزم رعایت اجابه. با کلا ممنوع. الان حس کردین اگه یکی با کت و شلوار و عینک آفتابی سرشو بکنه تو ما تحت مردم خیلی اثرش بیشتره تا یه لنده‌هور با یه من ریش و چفیه سرشو بکنه اون تو؟ میخوام ادامه خدمات بهتون بدم، رو سرتون بپوشید. سرتون رو بپوشید، من بهتون خدمات بهتون بدم. سرتون رو بپوشید، خدمات بهتون. برای ارائه خدمات باید بپوشید، بله؟ محبت میکنه، الان باید بپوشید، محبت میکنه. خب که چی؟ الان یه دقیقه روسریشو میره جلو، کارت پروازشو میگیره، بعد یه بلاک حواله عمد میکنه میره دیگه. اگه مسئولی کاری نکنن اول یه استاندار ما وارد میشیم. این مردم که ما بیم توی رستوران ها نگاه کنیم، بیرید همین الان برای کل شهر رستورانش بازه، همه لخت و مدرزاد. آقا یعنی چی؟ لخت مادرزاد نشستن تو رستوران؟ من واقعا نمیدونم این روسری چیه که نپوشیدنش با نپوشیدن مانتو و پیرهن و شلوار و شورت و سوتی هم برابری میکنه. واقعا شما مرحله بیماری جنسی بودن رو رد کردین، دیگه تبدیل شدین به خود آلت جنسی.